حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن همراه ما هستند تا بیشتر به همین موضوع بپردازیم. آقای علیزاده، گزارش مقام سابق وزارت دفاع آمریکا از حمایت مالی جمهوری اسلامی از طالبان از یک دهه پیش داره خبر میده، این نشانگر چه سیاستیه در جمهوری اسلامی؟ خب ببینید، از این زاویه به مسئله نگاه کنیم که وقتی ایالات متحده در افغانستان حضور داشت، عملا احساس تهران این بود که با ایالات متحده دشمن خودش در همسایگی قرار گرفته. و این از یک از در آن سو هم آمریکا در عراق حضور داشت و بنابراین تلاششون این بودش که آمریکا از این کشورها بیرون بره. روی حساب آمدن سرمایه گذاری کردن که جریان‌های مخالف در افغانستان قوی ترین جریانی که وجود داشت طالبان بود. آنچه که الان این مقام عالی رتبه امریکا داره افشاگری میکنه مشابه این، و البته بهتر از این هم وال استریت جورنال در 2015 اعلان کرده بود که تهران کمک تسلیحاتی به طالبان میکنه. نگاه جمهوری اسلامی اشتباهی استفاده کردن از ابزار طالبان بتوان ایالات متحده را از این کشور در بکنن، و اعتقادشون این بود که خب ایالات متحده خواهد رفت و نظام جمهوریت باقی خواهد ماند و یک فضای تنفسی برای تهران برای جمهوری اسلامی حاصل خواهد شد. اما چنین نشد. امریکا رفت و نظام جمهوریت هم رفت. الان طالبانی به قدرت رسیده که همین دو سال گذشته را اگر بررسی کنیم در میابیم که به اصطلاح بحران‌های متعددی رو ایجاد کرده، چه بحران آب باشه، چه بحران مرزی باشه، چه بحران قومیت‌ها در اونجا باشه، چه فشار روی شیعیان باشه و انواع اقسام مهاجرت دادن، کوچ دادن هزاران هزار اتباع افغانستانی به خاک ایران باشه، بحث مواد مخدر، همه اینها در از این دو سال نشون داده شده. به هر حال همون تعبیر همیشگی من، جمهوری اسلامی از عقرب جرار پناه برده به مار حاشیه. الان چطور هست حمایت جمهوری اسلامی از طالبان؟ حالا رو چطور میبینید؟ اگر کوتاه بفرمایید. بله، الان جمهوری اسلامی با حزم و احتیاط میخواد با طالبان برخورد کنه. متوجه هست که طالبان میتوانه ناامنی مرزی ایجاد کنه با توجه به کوچ دادن هزاران تن به داخل ایران. کافی است که یک نفر از اونها داعشی، طالبانی باشه، داعشی باشه، همه اینها میتوانند امنیت داخل ایران رو به هم بزنه. در این شرایط فرند جمهوری اسلامی پذیرفته که طالبان یه واقعیتی در اونجاست. میدانید که سفارت تا افغانستان در تهران رو تسلیم طالبان کردن، در حالی که آقای ابی عبداللهیان به دروغ گفته است که ما طالبان رو به رسمیت نشناخته ایم. خب اگه به رسمیت نشناخته ایم، پس اون پرچم سفید طالبان در اون بالا چیست؟ به طور خلاصه این جمله رو بگم که الان اگرچه جمهوری اسلامی خواسته آمریکا از منطقه برود و رفته است، اما جمهوری اسلامی درگیر دو پرچم هست: پرچم سفید طالبان و پرچم سیاه داعش، و در این شرایط مجبور هستش خودش رو نوعی با طالبان هماهنگ کنه که داعش قدرت پیدا نکنه، و از این رو همکاری هایی رو به صورت دو فاکتو با طالبان داشتند و خواهند داشت. متشکرم از توضیحاتتون. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن.